أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته الهداة مهدیین. جلسه بسیار جلسه محترم با معنویت، جمعی از اعضای محترم انجمن قرآن پژوهی حوزه و همچنین جمعی از اساتید و طلاب مدرسه عالی قرآن و حدیث. مجلس بسیار محترم است. در کتاب‌های روایی ما بابی هست به نام باب و فضل حامل القرآن یا حامل و حمله قرآن، فضل حمله قرآن، فضیلتی که اینها دارن، شرافت. و زیر این عنوان باب روایاتی نقل میشه. من یکی دو تا این روایات رو عرض میکنم و بعد نتیجه میخوام بگیرم. در اصول کافی هست، در کتابهای دیگر اومده، باب و فضل حامل القرآن. یک روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا سلمان ان اکرم العباد الى الله بعد الانبیاء العلماء ثم حملة القرآن. که فضیلت بالاتر از این، بعد الانبیا اکرم العباد، این دو دسته هستن، علما و حملة القرآن. در ذیل روایت هم این جمله آمده که فطوبى لطالب العلم و حامل القرآن مما لهم عند الله من الکرامت و شرف. همون دو دسته که فرمود اکرم العباد الالله هستند، فرما توبا لهم مما لهم عند الله من الکرامت و شرف. خب این یک روایت. روایت دیگر باز روایت نبوی است: لا ینبغی لطالب لا ينبغي لحامل القرآن أن يظن أن أحدا أعطى أفضل مما أعطي. لا ينبغي لحامل القرآن، که یه همچه گمانی بکند که أحدی أعطی أفضل مما أعطی، لأنه تعلیل میارد، لأنه لو ملكت دنیا بأسرها لکان القرآن افضل مما ملكها. این قرآن بهش اعطا شده، حالا هر چی بهش اعطا بشه هم وزن قرآن نیست. عرض کنم که باز روایتی عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حملت القران عرفاء اهل الجنه. عرفاء اهل الجنه، مرحوم مجلسی در مجلسی اول، در عرض کنم که
بله در روضة المتقی نقل میکنه، معنا میکند، میفرماد قال فی النهایه العرفا جمع و عریف و هو القیم به امور القبیله و الجماعه. در یه جمعیتی یه نفر سرپرست اونهاست، ارشاد میکند، راهنمایی میکند، هدایت میکنه، یلی امورهم به او مراجعه میکنند، یتعرف الامیر منه احوالهم. حاکم امیر اگر میخواد یکی از عرض کنم که این افراد رو سوال کند از وضع حالش از او میپرسه، اینو میگن عریف. پیغمبر میفرماد که اینها حمله قرآن عرفاء اهل بهشت، عریف ها هستند، یلی امور اهل بهشت را. یکم باز آخری باز روایت نبوی است، فرمود اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، اشراف امتی حملت القرآن. وقتی معنا میخواییم بکنیم که حمله قرآن، حاملین قرآن کیاند، یک معنا این است که اونایی که حافظ قرآن هست، قلبشون وعاء قرآن قرار گرفته، تمام قرآن تو سینه شه، اینو میگن حامل القرآن. به ذهن من میرسید که معنا اعمه، اختصاص به اونی که حافظ قرآن هست، این عنوان اختصاص به اون نداره، او رو میگن حامل قرآن. اما اگر یک کسی رو قرآن تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، بررسی میکنه قرآن رو، تفسیر مینویسه، عرض کنم که سر و کارش روزانه با قرآن و توضیح و تفسیر و تحقیق و پژوهش رو قرآن، خب اینم حامل قرآن، بلکه شاید این اولا هم باشد. در یه روایت از امام سجاد نقل شده صلوات الله و سلامه علیه، فرماد آیات القرآن خزائن، کلما فتحت خزانتن ینبغی لک ان تنظر ما فیها. آیات قرآن به منزله خزینه است، گنج، گنج توش جواهرات، امز اقسام در و جواهر هست. اگر شما رفتید تحقیق کردید روی آیه و نکاتی رو به دست آوردید، اینا اون دورهایی است که از خزانه در میاد. کسی که این کارو میکنه، آیه رو بررسی میکنه، تحقیق میکنه، نکات دقیقی که تو آیه هست رو استخراج میکنه، این اولاست که حامل قرآن بشه، یا اون که قرآن از حفظ میکنه. تو ذهن من این بود، این روایات رو می دیدم که حمله قرآن یا حامل قرآن اختصاص به اون کسی که حافظ قرآن هست نباشد. تصادفاً برخور کردم به کلامی از همون مرحوم علامه مجلسی، اول پدر، در روضة المتقین جلد 13 صفحه 115. ایشون یه احتمال رو میده، فرمود و یحتمل ان یکون المراد، در ذیل این روایت که فرمود حاملین قرآن اشراف امت من هستن، میگه مراد به این اشراف امتی حملت القرآن، یحتمل ان یکون المراد ان یکون حمل القرآن شرفن. فرماد اشراف امتی حاملین قرآن، شما میگه یحتمل که بگیم حمل قرآن شرفی است، سوا اون کان به حفظهی او درس ظاهرهی او تعلم من ائمه الهدى علومه، تعمیم میده. پس فرماد مراد از حمله اختصاص به حافظ قرآن نداره،
عرض کنم که سوا اون کانه به حفظهی، یا قرآن را از حفظ کرده، یه وقت درس ظاهر قرآن تدریس میکنه، تعلیم میکنه، یه وقت تعلم من ائمه الهدى سیر میکنه تو روایات، روایات تفسیری و معانی قرآن رو از کلمات اهل بیت در میارد، علوم قرآن رو یاد میگیره، تعلیم هم میده. میفرماد حمله قرآن شامل اینها هم میشه. بنابراین این دو گروهی که ما امشب در خدمتشون هستیم، یکی قرآن پژوه انجمن قرآن پژوهان، اینا من به عقیده من مصداق این حمله قرآن هستند، مصداق این آیه، این حدیث که می فرماد عرض کنم که اکرم و عباد الله الالله بعد الانبیاء العلماء ثم حملت القرآن. شما مصداق این حدیثید، اکرم و عباد الله، جایگاه خودتون رو بشناسید. یا توبا لطالب العلم و حامل القرآن مما لهم عند الله من الکرامت و شرف. و همچنین اون روایات دیگری که خوندیم میتونه مصداقش همین انجمن بزرگوارانی که اعضای انجمن قرآن پژوهی هستن، یا اون کسانی که طالبین علم در اون مدرسه عالی قرآن و حدیث که اونا هم علوم قرآن رو تعلیم میکنن، تدریس دارن، اساتید حدود 100 نفر استاد دارن، تدریس میشه قرآن، علوم قرآن در حدود بیش از 700 فارغ التحصیل دارن، 500 نفر الان شاغل هستن از 40 کشور در قم، اینها اجتماع کردن و در این مدرسه عالی قرآن دارن تعلم قرآن. اینا مصداقه، این فارغ التحصیل این مدرسه جزء حاملین قرآن که مصداق این روایات است. این یک عنوان برای این دو گروه، مخصوصا انجمن قرآن پژوهی. یه عنوان دیگه هم باز تو روایات برای شما داریم، و او اهل القرآن. تو روایات اومده کسانی که کارشون با قرآن، سر و کاره با قرآن دارن. اونم باز روایاتی داریم، عرض کنم که من یکی دوتاشو خدمتتون عرض میکنم که جایگاه خودتون رو بدانید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين، أهل القرآن من أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين. بعد از پیغمبران أهل القرآن. خب پیداست أهل القرآن یعنی اونایی که سر و کار به قرآن دارن، قرآن رو تحصیل میکنن، تدریس میکنن، تعلیم میکنن، نشر میدن، توضیحاتی که دارن، نکاتی که دارن. فلا تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم فإن لهم من الله العزیز الجبار لمکانا علیا. اهل قرآن پیش خدایی همچه مکانتی دارند. پس هم مصداق حامل قرآن و هم مصداق اهل قرآن، این دو عنوان که هر دوش از عناوین مهمی است که از روایات استفاده میشه. عنوان سوم عرض کنم که اهل الله، اهل قرآن داشتیم. تو روایات ما داریم که ان، باز حدیث نبوی است، ان لله تعالی اهلین من الناس.
در بین مردم یه دهی هستن که اهل خدا هستن. قیل من هم یا رسول الله؟ قال اهل القرآن هم اهل الله خاصه. همون اهل قرآن اهل الله هم هستن، اهل الله و خاصته. از پیغمبر سوال کردن من هم اهل الله که می فرمود در بین مردم هستن کیان؟ فرمود اهل القرآن که هم اهل الله و خاصته، همون اهل قرآن اهل الله هم هستن. خاصته یعنی هم المختصون به، اختصاص اهل الانسان به انسان. همینجور که انسان یه اهلی داره، اونایی که وابسته به او هستن، یه دم اهل الله و خاصه خدا هستن اونایی که اهل قرآن هستن. سه عنوان برای شما عزیزان منطبق است: حامل قرآن، اهل قرآن، اهل الله. این جایگاه شریف شما بزرگواران است. به حمد الله خدمات خوبی انجام گرفته در انجمن قرآن پژوهی. من در مدیریت حوزه بودم، برا گذاشته بودیم با برادر بزرگوارمون حاجی عماد معاون پژوهش. از ایشون خواستیم که یه برنامه‌ای رو ترتیب بذارن، انجمن‌ها رو ما قرار بذاریم خدمتشون باشیم. یه در یک جلسه هم با همین انجمن قرآن پژوهی خدمتشون بودیم، گزارشاتی دادن. انصافاً گزارشات بسیار خوبی عرض کنم که همینجور که بعضیشو برادر بزرگوارمون حاجی نجفی اعلام کردن، نشست‌های متعدد، نشست‌های علمی که بعضیش هم در صدا سیما پخش شده، تعریفاتی که داشتید و دارید. انجمن فعالیت‌های خوبی داشته. به حمد الله انجمن‌های دینی علمی در قم زیاد داریم، ولی انجمن قرآن پژوهی در رأس اونها قرار داره. شاهدش همین است که در سال 90 و 91 در رتبه بندی رتبه اول رو کسب کرده است. این انجمن رتبه اول رو بین انجمنهایی که در قم، انجمنهای علمی که داریم، کسب کرده و به حقم هست. بنابراین تلاشی که داشتید ما هم تقدیر و تشکر میکنیم و انتظار ما از شما بزرگواران این هست که در رابطه با آشنا کردن توده های مردم با قرآن تلاش بیشتر داشته باشید. بله، کارهای علمی، مقالات، عرض کنم که تألیفات داشتید، دارید، در سطح علمی خوبه. اما اونی که مردم از شما استفاده کنند، و خیلی میشه کار کرد. همین قرآنی که من روزها اگر موفق بشیم یه مقداری تلاوت میکنم، به این آیه داستان حضرت موسی و مادر موسی رسیده بودم. یه قدری تفکر کردم، گفتم چقدر از همین میشه دستور اخلاقی در آورد، تحویل مردم داد. اعتقادی. خب فرعون بچه ها رو میکشه برای اینکه موسی به دنیا نیاد، حتی شکم مادرها رو بعضی پاره میکنه که بچه رو در بیارن، که زودتر نکنه یه وقت برسد از دستشون در بره. خداوند حمل مادر ما موسی رو مخفی میکنه، بچه به دنیا میاد. مأمورین میریزن تو خانه، بچه رو میذارن تو تنور، خواهرش هم خبر نداره، آتش روشن میکنه. بعد میره میبینه بچه سالم تو آتش نشسته. قرآن فرماد اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. به مادر موسی گفتیم نه ترس، بچه رو نگه دار، ما حفظش میکنیم، شیرش بده.
و ان خفت علی فالقیه فی الیم. ببینید قرآن به مادر میگه برو بچه تو بنداز تو دریا، بچه تو بنداز تو دریا. انا رادوه الیک، وعده خداست. بچه رو بنداز تو دریا، ما بهش برش میگردونیم. اونم خب دستور و عمل کرد و یه جعبه ای درست کرد و انداخت رفت تو دربار مصر و اونجا هم گرفتندش. خدا هم فرمود محبتی از او به دل آسی زن فرعون انداختیم، بچه رو گرفتندش و قرآن فرمود لیکون لهم حزنا. اونا دلشون بخواست که بچه کمکشون باشد، ولی خبر نداشتن چی میشه، چی در میاد. بالاخره بچه رو گرفتن، حالا میخوان گریه میکنه. لابد از اون بچه های نحس هم هست که شروع کرده به عربده کشیدن. اون زن بیار اون بیار شیرش بدن، پستان نمیگیره. فرماد و حرمنا علیه المراضع، حرام کردیم روش. سینه هیچ زنی رو نگرفت تا مادرش بیاد. مادرش آوردن سینه ی مادر رو گرفت، شروع کرد شیر خوردن. اون وقت ببینید قدرت خدا رو. اینا رو برای مردم، واقعا برای جوانها انسان مطرح کنه، ببینید خدا کیه، بشناسید خدا رو. شیر نمیخوره تا بچه اومده به دامن مادرش، پستان مادر رو گرفته شیر میخوره. اون وقت با مادر قرارداد میبندن که بیا این بچه رو شیر بده، ماهیانه اینقدر بگیر. حالا بچه ها رو دارن میکشند که نکنه موسی به وجود بیاد. قدرت پروردگار موسی رو تو دامن فرعون، تو قصر فرعون داره پرورش میده. به مادرم فرمود القیه فی الیم انا رادوه الیک. اینجا میفرماد کی تقر عینها، چسبید پستان مادر رو گرفت تو آغوش مادر تا چشمش روشن و بداند که ما برش گردوندیم، وعده خدا حقه. یه مقدار اینا رو هم اعتقاد به خدا، هم قدرت خدا، همین که این قضایا خیلیش قضایای تصادفی نیست که تصادفاً این پستان اونو گرفت و از اون یکی شیر نخورد. حرمنا علیه المراضع. اینا باید واقعا از این جور مطالب تو قرآن زیاد داریم. قضیه حضرت مریم که فتمثل لها ارسلنا الیها روحنا، با یه دختر پاک دامن قدیس مشغول عبادت، جوان میاد مقابلش میگه من فرستاده خدا هستم. لأهب لک غلاما، اومدم یه بچه پناه برا خدا. خب ببینید یه دختر پاک دامن حامله بشه، بعد از 8-9 ساعت 6 ساعت بچه به دنیا بیاره، چقدر براش سخته. که قرآن میفرماد میگفت یا لیتنی متو قبل هازا و کنتو نسیان منسیا، ای کاش از نبودم من. اینقدر ناراحته، ناراحتی هم داره. یه همچه قدیسه ای حالا حامله شده، مردم چی میگن؟ خب اومدن مردم هم. قومش آمدن گفتن قالو یا اخت هارون ما کان ابو کمر اصاب ما کانت امو که بقیا، نعوذ بالله. پدرت آدم بدی نبود، مادرت زناکار، تو این بچه را از کجا بود؟ اینا رو ببینید، اگر ما بتونیم از همین آیات شاید هر کدوم 10 تا 20 تا دستور اخلاقی، دستور اعتقادی، روش زندگی میشه از قرآن در آورد، ساده با زبان ساده فارسی در اختیار مردم گذاشت. میشه این کارها رو انجام داد که مردم از این انجمن، نگن انجمنهای علمی، خب یه کارهای علمی میکنن، نفعش برای مردم چیه؟ بشه از مردمم عرض کنم که استفاده های خوبی بشه. خیلی عذر میخوام وقت
شریف و عزیز شما نگیرم. انشاءالله قدر خودتون رو، قدر انجمنتون رو، مدرسه‌تون رو، قدرش رو بدانید. شما انشاءالله مصداق حامل قرآن، اهل القرآن، اهل الله هستید و انشاءالله این برکاتی هم که قرآن داره همش شامل حال شما هست و توفیق بیشتره برای همه شما عزیزان رو از درگاه خدای بزرگ طلب می کنم. پروردگارا ما را از آزاد شدگان از آتش جهنم در این شب مقرر بفرما. خدایا ما را از برکات این ماه محروم مفرما. روح امام عالی است متعالی بفرما. مقام معظم رهبری در کنف حمایتت محافظت بفرما. خدایا فیض از این مجلس بزرگ واصل روح علامه بزرگ علامه طباطبایی مفسر قرآن مقرر بفرما. اموات والدین همه ما رحمت بفرما. توفیقات تحصیل و تعلیم و تدریس، عبادت و بندگی خودت، دوری از گناه و معصیت به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد